یوحنا فصل 17. پس از این سخنان عیسی به سوی آسمان نگاه کرد و گفت: ای پدر، آن ساعت رسیده است، پسر خود را جلال دهی تا پسرت نیست تو را جلال دهد، زیرا تو اختیار بشر را به دست او سپرده ای تا به همه کسانی که تو به او بخشیده ای زندگی ابدی بدهد. این است زندگی ابدی، که آنها تو را خدای یگانه حقیقی و عیسی مسیح را که فرستاده ای تو است بشناسند. من تو را در روی زمین جلال دادم و کاری را که به من سپرده شده بود تمام کردم، و اکنون ای پدر مرا در پیشگاه خود جلال بده، همان جلالی که پیش از آفرینش دنیا در نزد تو داشتم. من تو را به آن کسانی که تو از دنیا برگزیده و به من بخشیدی شناسانیدم. آنان از تو بودند و تو آنان را به من بخشیدی و آنها مطابق کلام تو عمل کردند. اکنون آنها می دانند که آنچه به من دادی واقعا از جانب تو است، زیرا آن کلامی را که تو به من دادی به آنان دادم و آنها هم آن را قبول کردند. آنها این حقیقت را می دانند که من از جانب تو آمدم و ایمان دارند که تو مرا فرستاده ای. من برای آنها دعا می کنم، نه برای دنیا. من برای کسانی که تو به من داده ای دعا می کنم، زیرا آنها از آن تو هستند. آنچه من دارم از تو است و آنچه تو داری از من است، و جلال من به وسیله آنها آشکار شده است. من دیگر در این دنیا نمی مانم، ولی آنها هنوز در دنیا هستند و من پیش تو می آیم. ای پدر مقدس، با قدرت نام خود کسانی را که به من داده ای حفظ فرما، تا آنها یکی باشند همان طوری که ما یکی هستیم. در مدتی که با آنان بودم، با قدرت نام تو کسانی را که به من بخشیدی حفظ کردم و هیچ یک از آنان هلاک نشد جز آن کسی که مستحق هلاکت بود، تا آنچه نوشته شده است تمام شود. ولی اکنون پیش تو می آیم و پیش از این که دنیا را ترک کنم، این سخنان را می گویم تا خوشی مرا در خود به حد کمال داشته باشند. من کلام تو را به آنان رسانیدم، اما چون آنها مانند من به این دنیا تعلق ندارند، دنیا از آنان نفرت دارد. به درگاه تو دعا می کنم، نه برای این که آنان را از دنیا ببری، بلکه تا آنان را از شرارت و شیطان محافظت فرمایی. همان طور که من متعلق به این دنیا نیستم، ایشان هم نیستند. آنان را به وسیله راستی خود تقدیس نما. کلام تو راستی است. همان طور که تو مرا به دنیا فرستادی، من نیز آنان را به دنیا فرستادم و اکنون به خاطر آنان خود را تقدیس می نمایم، تا آنان نیز با راستی تقدیس شوند. فقط برای اینها دعا نمی کنم، بلکه برای کسانی هم که به وسیله پیام و شهادت آنان به من ایمان خواهند آورد، تا همه آنان یکی باشند، آنچنان که تو ای پدر در من هستی و من در تو، و آنان نیز در ما یکی باشند، تا دنیا ایمان بیاورد که تو مرا فرستاده ای. آن جلالی را که تو به من داده ای به آنان دادم، تا آنها یکی باشند آنچنان که ما یکی هستیم، من در آنان و تو در من، تا آنها به طور کامل یکی باشند و تا دنیا بداند که تو مرا فرستادی و آنها را مثل خود من دوست داری. ای پدر، آرزو دارم کسانی که به من بخشیده ای در جایی که من هستم با من باشند، تا جلالی را که تو بر اثر محبت خود پیش از آغاز دنیا به من دادی ببینند. ای پدر عادل، اگرچه دنیا تو را نشناخته است،
من تو را شناختم و اینها میدانند که تو مرا فرستادی. من تو را به آنان شناسانیدم و باز هم خواهم شناسانید، تا آن محبتی که تو نسبت به من داشته ای در آنها باشد و من هم در آنها باشم.